تورا سیواران موشه مراشای الاد یعقوب در ادامه قوانه یومتو این بیسا شنور داره به یومتو. یکی از مواردی که در یومتو ممنوعیت داره موردی است که از شروع یومتو یعنی از غروب روز قبل در دسترس فرد نبوده و بعدن در طی روز یومتو در اختیار انسان قرار میگه. این قانون نولاده، یعنی تازه ایجاد شده است و امکان استفاده از اون نیست. دیروز گفتیم مثلا میوه که به درخت وصل بوده اگر در طی شب یا روز یومتو اصلا باد زد به زمین افتاد، چون لحظه ورود یومتو این به درخت وصل بوده و چیده شده نبوده، در دسترس محسوب نمی شده و با وجود که الان هم از درخت جدا شده نولاد هست، تازه ایجاد شده و استفاده نداره. همین قانون در مورد کسی که مثلا مرغ و خروس داره یا مرغداری داره و مرغ طی روز یومتو تخم میگذاره، تخمی که گذاشته شده در روز یومتو این اکنون مقصه هست و آسوره که اونو جابجا کنه در یومتو و حتی اینکه تماس پیدا کنن با اون آسوره، به خاطر اینکه تخم مرغ حالات بیضوی داره، راحت حرکت میکنه و جابجا میشه. اما سایر مقصه‌های دیگه که خود به خود جابجا نمیشه با تماس پیدا کردن مجازه که انسان به اونها دست بزنه در شباد یا یومتو. وصل البته که آسوره که چنین تخم مرغی رو در روز یومتو استفاده کنه و بخوره تا پایان روز یومتو، اما مجازه که یه کاسه رو روش برگردونه که تخم مرغ شکسته نشه، به شرطی که ظرفه مستقیما با خود تخم مرغ تماس نداره. و اگر قاطی شد چنین تخم مرغی با هزار تا تخم مرغ دیگه، همه اونها آسور شده که هر موردی که جنبه مجازی داره، این تخم مرغ تا کی آسوره؟ تا پایان یومتو جنبه مجاز داره، بعد از که یومتو بگذره مجاز میشه. حتی اگه با هزار تا مشابه خودش هم قاطی شده باشه باطل نمیشه و قابل استفاده نیست. حتی اگه شک داریم که آیا این تخم مرغ در روز یومتو گذاشته شده یا نه و با هزار تا تخم مرغ دیگه هم قاطی شد، باز باطل نمیشه. موقعی که واقع شده یومتو پیوست به شبات، یعنی جمعه یومتو هست و به دنبال شبات، تخمی که در روز یومتو گذاشته شده آسوره که همینطور در روز شبات هم اون رو جابجا کرد و صد البته که آسوره که اون رو خورد و استفاده که همینجور خام قورتش بده. تخم مرغی که گذاشته شده در روز یومتو اول، مثلا دو روز اول سوکا بوده، روز یومتو و اول گذاشته شده، مجاز در روز یومتو شنی به استثنای فقط روششانا متفاوت هست که دو روزش یک روز طولانی حساب میشه. در مورد سایر یومتوهای دیگه که مادر گالوت میگیریم، دو روز اول پسح، دو روز آخر پسح، شاوعوت و همینطور ایام سوکا دو روز اول آخر، تخمی که در روز اول یومتو گذاشته شد در روز دوم اگه مصادف با شعبان نیست قابل استفاده است. و همینطور فرد غیر یهودی که هدیه آورد در روز یومتو اول، موردی که مثلا تخم مرغ هست، مجازی که اون رو در روز یومتو شنی استفاده کرد. فرد غیر یهودی که آورد در روز یومتو تخم مرغای برای فروش نزد یهودی و خودش داره صحبت میکنه، طبق داره تعریف میکنه بر طبق سادگیش، خبر نداره که ما امروز یومتو ما تورنا، که میگه اینا مثلا مال دو روز قبل، تخم مرغ تازه است، مال دو روز مثلا گذشته، یعنی مملوک قبل از یومتو بوده، مجازه که تخم مرغ رو از اون بگیره و حتی در روز یومتو استفاده بکنه، اما خب حساب کتابش رو میذاره بعد از یومتو. اما اگه فرد غیر یهودی قوانین ما رو میدونه وارده و میدونه که فرد یهودی آسوره که تخم مرغی که در روز یومتو گذشته شده استفاده بکنه، به حرف اون اتکا نمیکنه. و در روز یومتو شنی که اگه شب مصادف با شعبان نیست وسط هفته است که میشه سبکتر گرفت. و همینطور میوه های درخت که ریختن از درخت در روز یومتو آسوره که جابجا کنه اونها رو یا بخوره، گزراست که مبادا بیاد میوه تازه رو از درخت بچینه، که این در روز یومتو ممنوعیت داره. و موقعی که یومتو چسبیده به شبات روز جمعه واقع شده، میوه‌ای که در روز یومتو از درخت ریخته حتی رو خود روز یومتو جمعه نمیشه جابجاش کرد، روز شبات هم به همین شکل آسور به جابجا کردن یا خوردن تا پایان شبات. و اگه قاطی شدن با میوه‌های دیگه، گفتیم حتی با هزار تا میوه مشابه خودش شکشون هم آسوره. کسی که شیطان میکنه
مرغی رو در روز یوم تو از قبل مخام کرده آماده کرده برای یوم تو شیطان میکنه و در شکم مرغ حالا تخم مرغای پیدا شد که تقریبا کامل از پوسته گرفته مجازه، چرا که اون همراه با خود مرغ مجاز شده. این چیزی نیست که همیشه داخل شکم مرغ باشه و در چیزی که معمول نیست که زرا نکردن. و حتی در یوم توی که بعد از شباته کسی که شیطان میکنه مرغی رو و پیدا کرد داخل شکمش تخم مرغای کامل مجاز به استفاده و خوردن اونهاست. مجازه که قرار بده تخم مرغ رو در روز یوم تو در محلی که مرغا اونجا تخم میزنن روی تخما میخوابن که تبدیل به جوجه بشه بعدن. این کلیات قانون نولاد هست که چیزی که همونطور که گفتیم با ورود یوم تو یعنی غروب آدینه یوم تو در دسترس و قابل استفاده نبوده، حتی اگه در یوم تو هم در اختیار ما قرار گرفت مخصوص محسوب میشه و قابل استفاده نیست تا پایان یوم تو و اگر بعد از یوم تو شعبات حکول میشه به پایان شعبات.